این قصه های بیبی و بابا بیبی و بابا توی ایوان نشسته بودن بیبی گفت میدونی بابا من ماه رمزون رو به خاطر همه چیزش خیلی دوست دارم هواشم با های دیگه فرق میکنه یک ساعت به افتار مونده بود بیبی میخواست سماور رو بیاره و روشن کنه بابا گفت هنوز زود بیبی بابا نگاهی به حیات انداخت مثل همیشه مرغ و خروس و جوجه ها مشغول دانچیدن چیدن بودن بزقالم یه گوشه نشسته بود و نگاه میکرد نگاه بابا به طرف سبزی های تازه که کاشته بود رفت بیبی بی, بی هم نگاه بابا رو دنبال کرد و گفت خب بابا سبزیام که آماده یه چیدن هن. دیگه وقتشه که مهمونا رو دعوت کنیم ها بیبی بی و بابا هر سال همسایه ها رو یک شب برای افتاری دعوت می بابا گفت خیلی خوب دعوتشون کنیم اما خودت می بینیم ما دیگه جوون نیستیم نمیتونیم از مهمونای زیادی پذیرایی کنیم بیبی بی تو حرف بابا دوید و گفت باشه باشه کمتر دعوت میکنیم حالا فکر کن ببین کیا رو دعوت کنیم بابا هم از بیبی بی خواست فکر کنه بیبی بی چند بار انگشتان دستش رو یکی یکی باز کرد و بست تا اینکه گفت من میگم معصوم خانوم و امیر رو بگیم بیان خوبه اما عباس و ایالش هم میگین بیان اینطوری میشن چهار تا من و پولو رو میارم منم براشون چایی میریزم بیبی دستاشو نگاه کرد مهمانا رو با انگشتا شمرد یکی دو تا سه تا چهار تا اون وقت از دو دستش شش تا انگشت باقی مون بیبی نگاهی به بابا کرد و پرسید پس اینا چی میشن بابا انگشتان بیبی رو نگاه کرد خندش گرفت انگار بیبی میخواست به تعداد انگشتاش مهمون دعوت کنه بابا سری تکون داد و گفت بیبی بی، اگه انگشتات هزار تا هم بود میخواستی هزار تا مهمون دعوت کنی آره بیبی بی, بی سرش رو پایین انداخت خجالت کش آرام همه انگشتاش رو مشت کرد دیگه حرفی نزد بابا بیبی بی رو نگاه کرد کمی فکر کرد لبخند زد و گفت سر تو بیار بالا بیبی تو راست میگی اون همه سبزی تازه مهمونم میخواد دیگه یک مرتبه چشمای بیبی از خوشحالی برق زد گفت راست میگی بابا مهمونای سر سفره خدا که نباید کم باشن اون وقت بیبی برای شمردن مهمونا از تمام انگشتاش استفاده کرد معصوم خانم و امیر میشن دو تا اما عباس و ایالش میشن دو تا حاجاق ولی با ایال و عروس و پسرش هم میشن چهار تا و همینطور شمردن انگشتای بیبی تموم شد انگشتای بابا شروع کردن به شمردن مهمونا یه مرتبه بابا گفت اما بیبی رسیدن به این همه مهمون سخته ها بیبی با خنده گفت نگران نباش خدا خودش کمک میکنه بیبی بی تو خیالش دید بابا کاسه آش آورد یکی برای کمک کاسه رو از دست بابا گرفت بیبی بی تو سینی چای آورد یکی هم برای کمک سینی رو از اون گرفت بیبی بی بعد از شمردن مهمونا با خوشحالی گفت بابا نمیدونی به اندازه یه سال خوشحال شدم باید بگم ماه رمزون ماه خوشحالی ام هست اینطور نیست؟ بابا هم تو دلش خوشحال شده بود یک مرتبه از جاش بلند شد بیبی بی با تعجب پرسید برای چی پا شدی؟ بابا گفت مگه نمیخوای برای فردا مهمونا را خبر کنی؟ بیبی بی با تکون دادن سرش گفت چرا؟ زودم باید خبرشون کنیم بابا کفششو پوشید و راه افتاد بیبی بی هم با خودش گفت تا بابا میاد منم سماور رو روشن کنم چیزی به افتار نمونده بابا داشت از در بیرون میرفت که بیبی بی صداش کرد بابا بابا ایستاد و پرسید چیزی میخوای بگی؟ بیبی بی از لب ایوان گفت بله یادت باشه برای فردا سبزیارو دو تایمون میچینیم ما. بابا فقط گفت باشه باشه بعدم از در رفت بیرون بیبی هنوز لب ایوونی ستاده بود و به سبزیای تازه نگاه میکرد زیر لب گفت آخه میخوام سوابش مال هر دومون باشه مهمونای بیبی و بابا برای افتار امسال بیشتر از هر سال بودن